من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این واقعی جمعه سیاه در هفته شهریور آغاز مرحله تازه‌ای در انقلاب بود. حوادث آن روز شاه، ارتش و دولت را سخت متزلزل کرد. راه مسالمت بین شاه و مخالفان را بست و به جریان انقلاب شتاب تازه‌ای داد. دیگر حتی بعضی از نمایندگان مجلس هم به اعتراض برخاسته بودند. دو روز بعد از واقعه هفته شهریور که مجلس جلسه داشت، این خبر رادیو لندن بود. 9 تن از نمایندگان مجلس شورای ملی ایران جلسه ای را که جهت دادن رأی اعتماد به دولت جدید تشکیل شده بود، به اعتراض ترک گفتند. در حالی که شریف امامی نخست وزیر ایران آغاز به تقدیم برنامه دولت خود کرد، محسن پزشکپور رهبر حزب سیاسی پان ایرانیست که اخیراً دوباره به حیات سیاسی کشور پا گذارده، از کرسی خود برخاست و فریاد برآورد که نخست وزیر از هم اکنون دستش به خون هموطنان آلوده شده است و سپس گروه نمایندگان هوادار او از مجلس خارج شدند. نخست وزیر ایران در دنباله نطقش قول داد که با روح وحدت ملی طریق ترقی را ادامه دهد و دولت وی به وظایف خود در چارچوب دین اسلام و قانون اساسی کشور جامعه عمل پوشاند. شریف امامی افزود که تظاهر کنندگان و آشوبگران می‌خواستند که کشور را به ورطه ویرانی بکشانند و جهت مقابله با آن دولت به اقداماتی مبادرت ورزیده است. شریف امامی مجدداً به برنامه‌های خود دایر بر ریشه‌کن ساختن فساد اشاره کرد. وی گفت تمام کسانی که حقوق مردم را پایمال کردند و از خزانه مملکت سرقت کردند طبق قانون مجازات خواهند شد. شریف امامی همچنین گفت که قانون جدید مطبوعات به زودی تقدیم مجلس خواهد شد. بعد از جلسه پارلمان، نخست وزیر ایران خطاب به خبرنگاران گفت که به مجرد آنکه اوضاع کشور به حالت عادی بازگردد، حکومت نظامی لغو خواهد شد. در ضمن آیت الله روح الله خمینی رهبر مذهبی ایران از مردم ایران خواستار شده است که به هر ترتیبی که ممکن است به مجروحین خون، دارو و غذا برسانند و از هر گونه کمک مالی دریغ ننمایند. یک سخنگوی جبهه ملی ضمن اعلامیه از مردم ایران خواستار شده است که بر مبارزات خود علیه رژیم بیفزایند. در این اعلامیه افزوده می شود که کریم سنجابی و داریوش فروهر دو تن از رهبران جبهه ملی از آنجا که در معرض خطر بازداشت قرار داشتند مخفی شدند. کریم سنجابی با اینکه خود در آن روزها مدتی مخفی شده بود میگوید که علارغم خشونت ارتش در روز هفته شهریور مخالفان ضعف و تزلزل دولت را دریافته بودند. پشت سر این جمعه سیاه اقلیت به مجلس وجود آمد و شروع به استیضاح شریف امامی کرد و ما متوجه شدیم که دولت در حال عقب نشینی و ضعف و ناتوانی است. از اون طرف مردم تشویق به مبارزه شد. جریان ورود در خیابان ها، ورود به مساجد و شب نشینی در مساجد. بالاخره شروع اعتصابات، همه اینا دست به هم داد که دولت را بلا تکلیف کرد. اعتصاب کارگران و کارمندان صنعت نفت در سراسر کشور که پس از جمعه سیاه آغاز شد، یکی از ضربات مهلکی بود که اقتصاد کشور را فلج و حکومت شاه را متلاشی کرد. حسن نزیه که سالها در شرکت نفت سابقه داشته و بعدها مدیر عامل شرکت نفت بود، ماجرای این اعتصاب‌ها را شرح می‌دهد. اعتصاب‌ها از مهر ماه شروع شد و بعد من در کارگاه تعمیر ماشینالات پالایشگاه آبادان عده‌ای در حدود 350 نفر دست از کار کشیدن که خواستار اضافه حقوق و کمک هزینه بودن. روز بعد کارکنان اداره کالا و آزمایشگاه پالایشگاه در صدد اعتصاب برآمدن و اما اقدامات فرمانداری نظامی به جای اون که اعتصاب ها رو بشکند و از بین ببرد یا کارگران رو راضی آرام کند، سبب تشدید و توسعه اعتصابات شد. به این ترتیب که مأموره فرمانداری نظامی حدود 70 نفر از
اعتصابیون پالایشگاه را با کامیون‌های ارتشی از محل پالایشگاه به شهر منتقل کردند و همین عمل سبب شد که کلیه کارکنان پالایشگاه و کارمندان سازمان عملیات ریل‌صنعتی نیز به حمایت از اونا اعتصاب کنند. مجموعه این پیشامدها سایر مناطق خوزستان رو دستخوش ناآرامی اعتصاب کرد. اعتصاب ها در نوسان بود، یعنی گاهی هم تبدیل به کمکاری می شد و به این مناسبت تولید پالایشگاه آبادان از 600 هزار بشکه در روز به 200 هزار بشکه در روز پایین آمد. به دنبال این ماجراها شعارهای اعتصاب رفته رفته شامل خواستهای سیاسی نیز میشه. مثلا از شعارهای سیاسی که مطرح میشه بلافاصله بعد از خواستهای استخدامی و رفاهی، انحلال سبک، آزادی زندانیان سیاسی و مشارکت نمایندگان کارکنان صنعت در تصمیم گیری های مدیران شرکت نفت بوده است. و البته بین تمام اعتصاب ها که سراسر مملکت را گرفته بود، قاطع ترین و شکننده ترین اعتصاب، اعتصاب کارکنان صنعت نفت بود. در اینش تردید نمیشه کرد. بازاریان هم که از آغاز جزو فعال ترین گروه ها بودند به اعتصابیون دیگر پیوستند و در این حال آنچنان که حاج محمد شانه‌چی میگوید هزینه زندگی بسیاری دیگر از اعتصابیون را نیز تأمین میکردند. حدودا 6-7 ماه بازار تعطیل بود. تعطیلی بازار شوخی نیست، خیلی مهمه. هر روز که بازار تعطیل باشه میلیون ها تومان ضرر میخوره، ولی در این حال با تعطیل بودن و به کارمنداشون، به شاگرداشون کمک میکردن. حتی حقوق شرکت نفت رو بازاریا تعهد کردن بپردازن. حقوق اساتید دانشگاه در اواخر به اصطلاح 57 که تعطیل شده بود، حقوق اونها رو میپرداختن. خیلی کمک میکردن بازاریا، خیلی کمک میکردن به خانواده‌هایی که نداشتن، امکان نداشتن، کارمنده خودشونه، کارگرایی که در بازار بودن و وضع خوبی نبود، به همه کمک میکردن. هرچه اعتصاب‌ها بیشتر اوج میگرفت، آثار ضعف و دوگانگی در کار دولت بیشتر میشد. از یک طرف تهدید به سختگیری و خشونت بود و از طرف دیگر تسلیم شدن به خواسته های انقلابیون و اعتصابیون. انقلابیون در آغاز فقط درخواست های صنفی داشتند یا حد اکثر اجرای قانون اساسی را می خواستند، اما دیگر کم کم انقراض حکومت شاه و تغییر نظام را طلب می کردند. ارتشبد قره‌باغی در آن روزها وزیر کشور بود. از همونجا بود که به شروع کرد به استمالت و دلجویی و که دوگانگی پیدا شد در کارها، که بیان مشکلات سطحی برطرف بشود. مثلا موضوع حقوق کارمندان که سالها مقررات رعایت نشده بود و با اصطلاح اضافات بهشون داده نشده بود، سبب نارضایتی بود، شدن حقوقها را اضافه کردن. و یا اینکه بعضی کارهای دیگری از جمله شرکت هایی بودن که کلاهبرداری کرده بودن و پولا رو برداشتن از ایران خارج شده بودن و مردم که پولای کوچیکی به اینا داده بودن و اینا پولا رو برده بودن، که دولت مجبور شدیم تصویب کنیم که از بودجه سری پول این اشخاصی که بی‌ضرورت بودن، پول زیادی نداشتن، پول اینا داده بشود و اموال اون شرکت رو توقیف بکنن. حتی تا این پایه دولت خواست که جبران اون کارا رو بکنه، دلجویی بکنه و مردم رو نارضایتی ها رو برطرف بکنه، ولی البته دیگه به قول معروف دیر شده بود. در روز 26 شهریور عده‌ای از کارمندان بانک مرکزی سندی منتشر کردند که نشان میداد 177 نفر از صاحب منصبان کشور جمعاً بالغ بر 2 میلیارد دلار ارز از کشور خارج کردند. انتشار این سند ضربه سختی به اعتبار دولت زد. داریوش و همایون که خود نامش در این گزارش آمده بود میگوید که این جریان واقعیت نداشت و صرفاً حیله تبلیغاتی دیگری بود که انقلابیون برای بدنام کردن حکومت شاه به کار بسته بودند. البته خارج کردن ارز جرم نبود به موجب قوانین ایران. ارز آزاد بود، هر کس میتونست هر چی بخواست بخره، بیاره، بفروشه، ببره. ولی ارقامی که منتشر شد و همه باور کردند و بزرگترین روشنفکران با یقین مذهبی ازش صحبت می‌کردند، ارقام بی‌معنی بود. تمام اون کسانی که اون ارقام در موردشون نوشته شده یا الان در خارج هستن یا بازماندگانشون در خارج هستن، جز یکی دو نفرشون هیچ کدوم زندگی درخشانی ندارن.
خود من فرض بر این بود به موجب اون سند که خود من و خانمم به چیزی در حدود 60 میلیون دلار خارج کردیم. من خیلی حقیقتا افسوس می‌خورم که 60 میلیون دلار نداشتم و اگر هم داشتم نتوانستم خارج کنم. اگه این کار کرده بودم خیلی کارامی شد کرد با 60 میلیون دلار. به هر حال از این ارقام زیاد متاسف. مبالغ‌آمیز بود در هر جهت. احسان نراقی هم معتقد است که جریان آنچنان که خبرش در اون روزها منتشر شد واقعیت نداشت. والا این که ثابت شد که درست نبوده دیگه. این که بانک مرکزی موقع خوب فعالیت چپی ها قوی بود و خب اونا هم هنر دارن در این کارا که یه اسامی که میشد پول خارج کنن گرفتن در کنار بقیه گذاشتن و بعدم خب منتشر کردن و صفرها رو مثلا ممکن بوده کسی فرسته باشه 70,000 دلار براحتی جلو 70,000 دلار دو تا سه تا صفر هم گذاشتن دیگه. اون موقع گرفت دیگه چون رژیم آسیب پذیر بود دیگه، این فساد وجود داشت، باور میکردن مردم، ولی درست نبود. بعدم دیدید که مقامات جمهوری اسلامی هم هیچ وقت اینو تایید نکردن. اما ابوالحسن بنی صدر که بعد از انقلاب مدتی وزیر دارایی بود نظری جز این دارد. بعضی بودن که اسمشون بی خود آمده بود تو اون چیز، اما در مجموع چرا؟ برای اینکه قبل از اینکه از ساحت انقلاب پیروز بشود دادستان تهران رسیدگی کرد به اون صورت و دادستان تهران صورت دقیق‌تری معین کرد که چند نفری بودن که از صورت خارج کرد، بقیه رو گفت بله اینا پول خارج کرده اند و باید تحت تعقیب قرار بگیرن. عکسش، من وقتی وزیر دارایی شدم و قرار شد که به دادگاه پاناما برای تعقیب شاه سابق اسناد بفرستیم، برای 31 میلیارد دلار، نه یک شاه سندار دو شاه، برای 31 میلیارد دلار سند فرستادی اونجا. وقتی ما رفتیم یک دونه بانک غیر ورشکسته نبود، حتی بانک ملی ورشکسته بود. تحولات ایران که سرعت می گرفت، آیت الله خمینی هنوز در نجف بود. او بیشتر و بیشتر اعلامیه و پیام برای طرفدارانش در ایران می فرستاد و این پیام ها به سرعت تکثیر و منتشر می شد. حاج محمد شانشی یکی از کسانی بود که در سازمان دادن پخش این اعلامیه ها دست داشت. یک وقت یادمه که آقای ماد تربتی در یکی از سخنرانی هاش در مجلس سنا بعد که شریف امامی نخست وزیر شده بود گفت که در ظرف 48 ساعت اعلامیه ها رو به همه ایران پخش میکنن و این نمیتوانه مردم همچی کاری بکنن، قطعا دست خارجی است. در صورتی که اشتباه کرد، الان 48 ساعت نبود، در ظرف 24 ساعت اعلامیه ها پخش میشد و به علاوه اگه یک دولت خارجی میخواست این کارو بکنه، دولت خارجی نمیتونه در ظرف دو هفته این کارو بکنه. این مردم بودن که در 24 ساعت اعلامیه که از نجف آقای خمینی میداد اینجا پخش میشد. حالا جریان چی بود؟ اعلامیه رو با تلفن میخوندن، رادیو رو گذاشته بودن دم تلفن ضبط میکردن، بعد از ضبط کردن به فاصله یکی دو ساعت اینا رو پیاده میکردن، پاک نویس میکردن، چاپخانه میدادن، در ظرف 10-12 ساعت اینا چاپ میشد، 10-12 ساعت به همه اطراف ایران پخش میکردن. و همه گروه های سیاسی بودن که هیئت مؤتلفه بودن، یک ده گروه های سیاسی جبهه ملی ها بودن، سایر احزابی که بودن مثل حزب ملت ایران و حزب مردم ایران مرحوم دکتر سامی و اینها، همه با هم در حقیقت قبل از انقلاب این گروه هایی که به هم نزدیکی فکری داشتن کار میکردن. اونهایی هم که با این نزدیکی فکری نداشتن فعالیت میکردن برای اینکه سهمی داشته باشن، بتوانن قدرت رو بگیرن. تندتر شدن حوادث انقلاب و بالا گرفتن درخواست های انقلابیون برخی از سیاستمداران معتدل را به این فکر انداخته بود که لااقل قانون اساسی و نظام سلطنتی را حفظ کنند، ولو اینکه خود شاه از سلطنت برکنار شود. یکی از این سیاستمداران دکتر علی امینی بود که شاه با او ملاقات و مشورت میکرد. روز اولم که دیدمش گفتم شما قانون اساسی عوض کردی، الان بیاد این شورای سلطنت تشکیل بدی، اولیازم جنوی سلطنه، این پسر تا 18 سالشه، بیاری خودتون بید اصلاحات بکنید برای اینکه بتونید هدایت بکنید. گفت برای من که بد نمیشه. رفتم قوم پر شریعت مداری، گفتم تو همین موضوعان اساسی رو حفظ کن. گفتن که تحت فشارم. گفتم تحت فشار چیه؟ همونجا در قوم وقتی آدم بیرون از خونه شهرت میاد یه عده بچه آخون دور من گرفتن که شما در روزنامه کیهان اظهار کردید که اختلافاتون رو با شاه حل کردید. گفتم به شما چه؟ گفتم قبول دارم قانون اساسی رو غلط میکنید، به شما چه؟ گفت تشریف بده حجه با ما توضیح بده، گفتم شما بیاید منزل در تهران بهشون توضیح بدم. اما حتی آیت الله شریعت مداری هم که به اعتدال شهرت داشت لحنش تونتر شده بود.
مخالفت مال امروز نیست. این 10-20 سال است که حکومت ایران به طور عادلانه رفتار نکرده. حکومت مردم بر مردم دموکراسی نبوده است و این به مرور متراکم شده، رو هم آمده است و الان منفجر شده است. حکومتی که تمام موازین قانونی را مراعات کنه و حکومت مردم بر مردم باشه، حکومت دموکراسی باشه، حکومت عدالت باشه. در روز 14 مهر ماه شاه به هنگام افتتاح جلسات مجلسین شورا و سنا وعده داد که با وجود همه ناآرامی های کشور سیاست فضای باز را همچنان ادامه خواهد داد. این ناآرامی ها به اجرای سیاست کلی توسعه آزادی های دموکراتیک در کشور ما خللی وارد نخواهد آورد و فضای باز سیاسی کنونی مسلماً ادامه و گسترش خواهد یافت. عموم مردم ایران به سوی مشارکت و سهیم شدن هرچه بیشتر در تمام شئون زندگی ملی، یعنی آنچه روح و مفهوم دموکراسی است، پیش خواهند رفت. خوشبختانه قانون اساسی ایران که مورد احترام همگان است، حقوق کلیه طبقات و افراد ملت را اهم از مقام سلطنت و قوای مجریه و مقننه و قضاییه و به خصوص قاطبه مردم کشور به روشنی مشخص کرده است. در این حال همین دموکراسی مسئولیت‌های فردی و اجتماعی خاصی را به عهده هر یک از افراد مملکت گذاشته که از مهمترین آنها احترام به حقوق دیگران و رعایت صادقانه کلیه موازین و مقررات قانونی است. البته به عنوان رئیس مملکت و در این حال یک فرد ایرانی، ما تحقق تمام این اصول را صرفاً و مطلقاً منوط به استقلال و حاکمیت کشور می‌دانیم، زیرا فقط در چنین صورتی که تحقق آمال ملی و انجام خواسته های دیگر اجتماعی امکان پذیر است. بدین جهت تذکر این نکته را بر اساس مسئولیتی که در برابر ملت خود و در برابر تاریخ ایران به عهده داریم ضروری می‌شماریم که در شرایط حساس امروزی جهان بیش از هر زمان دیگر وحدت و یکپارچگی ملی در راه حفظ و دفاع از استقلال و آزادی و حاکمیت کشور ضروری است. در اجتماع پیشرو کنونی ما توجه بدین واقعیت نیز ضرورت دارد که نباید دستاوردهای تلاش و کوشش بیوقفه ملت ایران که با استفاده از درآمد منابع خداداد کشور ما در راه ایجاد زیربنای صنعتی و اقتصادی استوار ایران مترقی و پیشرو فردا به دست آمده است بر اثر تفرقه و خصومت از میان برود. امیدواریم اقدامات وسیعی که اکنون در توسعه و تقویت روزافزون آزادی و دموکراسی در کشور ما صورت میگیرد همراه با قاطعیت قوه قضاییه در مبارزه با فساد و تعقیب و مجازات کلیه خطاکاران و نظارت بر اجرای کامل قوانین روز به روز بنیاد اخلاقی و معنوی جامعه ایرانی را استوارتر سازد. بدیهی است در راه این تحکیم مبانی معنویت پیروی از شعائر و اصول عالیه اسلامی همواره بزرگترین راهنما و الهام دهنده همه ما خواهد بود. و در این مسیر شاه امتیازهای زیادی به مخالفان داد. آیین‌نامه‌ای برای جلوگیری از فساد خاندان سلطنتی تدوین شد، حزب رستاخیز منحل گردید، تقویم شاهنشاهی دوباره به تقویم هجری شمسی بدل شد و بسیاری از زندانیان سیاسی آزاد گشتند. اما همه این امتیازها تنها بر شتاب انقلاب می‌افزود.